خب مبحث فلزات و نافلزات رو کلن بستیم، یعنی هر آنچه در مورد فلزات و نافلزات و کاربردهای اونها باید میدونستیم دیگه الان میدونیم. اما بریم سراغ مطالب اصلی تر و جامع تر و تست خیز تر که طبقه بندی عنصرها رو شامل میشه. طبقه بندی عنصرها، سال گذشته با مدل بور آشنا شدید و دریافتیم که اتم‌ها دارای هسته‌ای با بار مثبت و جرم زیادی هستند که در اطراف آنها الکترون‌ها در مدارهایی به دور هسته در حال گردشند که شکلش به این صورت بود و این هم هسته بود. سال هفتم و هشتم به شدت و با جزئیات خیلی خیلی ریز در مورد این مدل‌های بور اومدیم صحبت کردیم و گفتیم هر لایه چند تا جا داره و خیلی چیزهای دیگر رو ازش فهمیدیم. الان خیلی مختصر و مفید و کوتاه برای اینکه یک یادآوری برای شما بشه چند تا اسلاید رو آماده کردیم. اینها رو مجدد میگیم تا برسیم به اصل مطلبمون. الان اینجا مدل بور رو میبینیم که لایه اول دو تا الکترون جا گرفته و لایه دوم هم یه تعداد الکترون دیگه قرار داره که اینها الکترون ها بودن که در مدار قرار میگرفتن و داخل هسته که الکترون ها در اطرافش دارن میچرخن و پروتون ها و نوترون ها داخل این هسته وجود داشتن. مطمئناً اگر عناصر رو طبقه بندی کنیم میتوانیم راحت تر آنها را مورد مطالعه قرار دهیم و به ویژگی های آنها پی ببریم. به مثال زیر دقت کنید. کلور رو داریم اینجا که در لایه اول 2 الکترون، در لایه دوم 8 الکترون و در لایه سوم 7 الکترون مشاهده میشه که این رو به صورت ساده سازی شده به صورت مقابل، یعنی یک هسته لایه اول 2، لایه دوم 8 و لایه سوم 7 الکترون نمایش میده. سال گذشته شما بیشتر میمدید به این صورت اینها رو نشون میدادید، ولی الان امسال توی تست ها بیشتر به این صورت میبینید. چجوری؟ یک قسمتی از مدار رو جدا میکنن. ببینید الان همین یه قسمت رو اومدن اینجا کشیدن، یه قسمتی از مدار رو به صورت خط جدا میکنن و تعداد الکترون هایی که تو اون مدار هست رو پایینش به صورت عددی مینویسن، 2، 8 و 7 که مجموعاً الان چند تا الکترون میشه اینجا؟ 17 الکترون. و کلور من هم در جدول تناوبی عدد اتمیش چند تاست؟ 17 تا. و مجدداً بهتون میگم که شما دو ساله باید 18 عنصر اول جدول تناوبی رو حفظ باشید. این 18 عنصر اول رو اگر حفظ باشید به راحتی میتونید از عهده بسیاری از تست ها در دوره نهم به دهم و در آینده نه چندان دور در کنکور سراسری پاسخش رو به درستی بدید. طبقه بندی عنصرها، همونطور که مشاهده می‌کنیم در هر لایه تعداد خاصی الکترون جای می‌گیرد که در سال گذشته با آنها آشنا شدید. تعداد الکترون موجود در هر لایه را از فرمول 2n به توان 2 حساب می‌کردیم که n شماره لایه رو برای ما نشون می‌داد. برای مثال لایه اول 2 الکترون، لایه دوم 8 الکترون و لایه سوم 18 الکترون رو در خودش جای می‌داد. خب این فرمول رو هم قبلا گفتم سال گذشته که این n شماره لایه است و گفتیم اگر به جای n شماره لایه‌مون رو قرار بدیم تعداد الکترون رو به ما خواهد داد. مثلا بیایید به جای n 2 بذاریم، 2 2 تا 4 تا 4 2 تا 8 تا 8 بذاریم، 3 3 تا 9 تا 2 9 تا 18 تا 18 تا، لایه 5 5 5 تا 25 تا 2 تا 50 تا، یعنی تو لایه 5م 50 تا الکترون گنجایش داره. آیا من میتونم 51 الکترون جای بدم در لایه 5م؟ خیر، چون بیشتر از 50 تا الکترون جا نداره.